به نام خدا. موسبز تقدیم میکنه. دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید. جلوه گلشن به باغ همچون نگار رسید. هزاران درود بر شما بهترین ها، همراهان عزیز موسبز. امیدوارم که سال بی نظیری رو داشته باشید. نوروزتان پیروز، هر روزتون نوروز. امیدوارم که بهترین ها سلامتی، خوشبختی، برکت و هر اخبار فوق‌العاده‌ای که هست امسال واسمون اتفاق بیفته. با برنامه هواشناسی موسبز با ما همراه هستید. از 1 تا 7 فروردین ماه میریم که شروع کنیم منطقه 1 تهران و البرز. شروع هفته پربارش ابری و نیمه ابری که روز اول و دوم عیدمون که میشه سه‌شنبه و چهارشنبه شاهد بارش باران خواهیم بود و در شنبه و یکشنبه هفته بعدی که همین هفته اول سال نو هست شاهد بارش باران هستیم. باقی روزها هم ابری و نیمه ابری، دمای متعادلی هم داریم، 15 درجه سانتیگراد در روز و 10 درجه سانتیگراد برای تهران. همین دما 2 درجه کمتر برای کرج ثبت میشه. منطقه 2 گیلان، مازندران، گلستان. شروع هفته تمام ابری برای استان گیلان همراه بارش در دو روز اول عید خواهد بود. دمای روز اول تا آخر هفته از 12 درجه به 18 درجه سانتیگراد در روز میرسه و دمای شب هم با 4 درجه سانتیگراد افزایش به 12 درجه میرسه. برای استان مازندران هم هفته تمام ابری پیش بینی میشه که دو روز اول سال شاهد بارندگی خواهیم بود و باقی روزها ابری و نیمه ابری بدون بارش خواهد بود و دمای 15 درجه سانتیگراد در روز در آخر هفته به 19 درجه سانتیگراد میرسه و دمای شب از 8 به 10 یا 11 درجه سانتیگراد میرسه. تمام این حالات برای استان گلستان هم یکسان خواهد بود. هفته تمام ابری، دو روز اول شاهد بارش باران خواهیم بود، باقی روزها ابری و نیمه ابری بدون بارش و افزایش دمای 6 درجه سانتیگرادی برای این استان خواهد بود که تا آخر هفته است و رسیدن دما از 13 درجه به 19 تا 20 درجه سانتیگراد. منطقه 3 زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی. شروع هفته تمام ابری و نیمه ابری برای استان زنجان که دمای شب دوم به 0 درجه سانتیگراد میرسه و احتمال دیدن بارش ضعیف برف هم وجود داره. دو روز اول بارش بسیار خفیفه. برای این استان شنبه و یکشنبه هفته آینده بارندگی خوبی میبینیم که دما از شنبه به 5 درجه سانتیگراد و دمای روز به 10 درجه سانتیگراد میرسه. شروع هفته ابری و نیمه ابری برای استان اردبیل که دو روز اول سال رو بارش بارون تجربه می کنن و یکشنبه هفته آینده همچنین به همین صورت خواهد بود و دما 8 درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت و به 13 درجه سانتیگراد و 5 درجه سانتیگراد در شب میرسه، یعنی 13 درجه سانتیگراد در روز و سپس 5 درجه سانتیگراد در شب. آذربایجان شرقی هفته تمام ابری پیش رو داره که دو روز اول بیشتر نابارون‌های ضعیف و کوتاه احساس میشه و یک شنبه هفته آینده هم بارندگی خوبی خواهد داشت. 8 درجه سانتیگراد هم افزایش دما تا آخر هفته به سب میرسه که به 14 درجه سانتیگراد میرسه و 7 درجه سانتیگراد هم در شب احساس میشه. و برای آذربایجان غربی هفته تمام ابری دیده میشه، دو روز اول بارندگی احساس میشه و یک شنبه هفته آینده به همین صورت هست. کمترین دما 8 درجه سانتیگراد، بیشترین دما هم 13 درجه سانتیگراد که مربوط به روز هست. منطقه 4 قم، قزوین مرکزی، همدان. شروع هفته تماما ابری و نیمه ابری برای استان قم رو داریم که همراه بارندگی خوب و قوی رو در دو روز اول عید رو هم برای قم میبینیم که روز شنبه و یکشنبه هفته آینده هم همچنین این بارندگی ها هست. دمای روز تا آخر هفته هم به 18 درجه سانتیگراد میرسه که بسیار متناوبه، یعنی خیلی تغییرات دمایی زیاد هست. یه بار میشه 21 درجه، یه بار میشه 22 درجه، یه بار میشه 16 درجه، 18 درجه، همینطور تناوب ها زیاد هست و دمای شب هم به 12 درجه سانتیگراد میرسه. استان قزوین هم هفته تمام ابری و نیمه ابری همراه بارش اول عید رو پیش رو داره و روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده شاهد این بارندگی ها دوباره خواهیم بود. دمای آخر هفته هم به 15 درجه سانتیگراد و دمای شب هم به 10 درجه سانتیگراد میرسد. شروع هفته تمام ابری و دو روز اول بارشی خوب برای استان مرکزی که شنبه و یکشنبه هفته آینده هم به همین صورته و دمای آخر هفته هم به 9 درجه سانتیگراد و 7 درجه سانتیگراد در شب میرسه. این بارش برای استان همدان خیلی قدرتمندتره در دو روز اول عید. این بارش ها رو دوباره داره منظورمون از قدرتمندتر نسبت به استان مرکزی است. دمای آخر هفته هم 7 درجه سانتیگراد در روز و 4 درجه سانتیگراد در شب خواهد بود. بریم برای منطقه 5.
کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام. شروع هفته تمام ابری و نیمه ابری برای کرمانشاه که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روزهای اول عید میباشند شامل بارش باران خواهد بود و شنبه یکشنبه هفته آینده هم شامل بارش بسیار سهمگین‌تری خواهد بود که احتمال بسیار زیاد شاهد وقوع سیل و آبگیری معابر هم در این استان بشه و دمای روز به 9 درجه سانتیگراد و دمای شب به 8 درجه سانتیگراد میرسه. استان کردستان همچنین هفته تمام ابری و نیمه ابری پیش رو داره که دو روز اول عید شاهد بارندگی بسیار خوب هستیم در این منطقه. همچنین شنبه و یکشنبه هفته آینده هم شاهد بارندگی های بسیار قدرتمندی خواهیم بود که در این استان هم احتمال آبگیری معابر بسیار بالاست. دمای شب 6 درجه سانتیگراد و دمای روز 9 درجه سانتیگراد خواهد بود. برای استان لرستان هم حالات یکسان دیده میشه. روزهای اول عید بیشتر در دو روز اول بارندگی دیده میشه و در یک شنبه هفته آینده هم بارندگی قدرتمندی شکل میگیره که برای مرکز این استان شهر خرم‌آباد بسیار قدرتمنده و احتمال ایجاد آبگیری معابر بسیار بالاست. دمای روز 9 درجه و دمای شب 6 درجه سانتیگراد. برای استان ایلام هم در دو روز اول شاهد بارندگی هستیم و هفته تمام ابری رو پیش رو داریم. روز یک شنبه بارندگی بسیار بسیار سنگینی دیده میشه که زمانش هم طولانیه که احتمال ایجاد سیل و خطرات ناشی از آن بسیار بالاست. دمای روز به 11 درجه سانتیگراد میرسه و دمای شب 8 درجه سانتیگراد خواهد بود. منطقه 6 چهارمحال بختیاری اصفهان یزد. شروع هفته تمام ابری و نیمه ابری برای چهارمحال بختیاری که نوبارانی در دو روز اول فروردین رو پیش رو داره و بیشتر روز اول قدرت داره. روز دوم احتمالی که بارندگی نباشه خیلی کمتره. این بارندگی نسبتا ضعیف در یک شنبه هفته آینده هم که همچنین این بارندگی‌ها نسبتاً ضعیفن و یک بارندگی دیگری هم در یک شنبه است که به همین صورت ضعیف هستند که دمای روز رو به 8 درجه سانتیگراد و دمای شب رو به 6 درجه سانتیگراد می‌رسونن. برای استان اصفهان هم هفته تمام ابری و نیمه ابری پیش رو هست که روز سه‌شنبه شاهد بارش باران در این منطقه خواهیم بود. باقی روزها ابری و نیمه ابری بدون بارش هست. دمای روز به 16 درجه سانتیگراد و دمای شب به 12 درجه سانتیگراد خواهد رسید. استان یزد هم هفته تمام ابری و نیمه ابری پیش رو دارد که شامل بارندگی در روزهای مختلف در منطقه‌های مختلف خواهد بود. این بارش ها غالبا سه‌شنبه و چهارشنبه و شنبه و یکشنبه هفته آینده است. سه‌شنبه و چهارشنبه برای این هفته است، شنبه و یکشنبه برای هفته بعدیه و دمای روز 22 درجه سانتیگراد و دمای شب 15 درجه سانتیگراد خواهد بود. دوستان عزیز، کلا استانی از به خاطر این پراکندگی و این تفاوت دمایی ها و غیره و غیره که داره، حالت های اقلیمی متفاوتی هر نقطه‌اش با هم دیگه داره، بارشاش هم متفاوت هست همونطوری که توضیح دادیم. منطقه 7 فارس بوشهر، کوهگیلوی و بوی رحمت. شروع هفته ابری و نیمه ابری و کم بارش برای استان فارس پیش رو هستیم. بارش ها کوتاه و نسبتاً ضعیف هستند در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه. بارش خیلی کم که احتمالاً صفر بشه دیده میشه. در یک شنبه هفته آینده هم یه بارش خیلی کوچولویی دیده میشه که احتمالاً اونم صفر بشه. دمای روز 13 درجه سانتیگراد، دمای شب 11 درجه سانتیگراد دیده میشه. استان بوشهر هم به همین صورت بود که استان فارس بود. هفته ابری و نیمه ابری کم بارشی داره که این بارشایی هم که داره خیلی کوتاه و ضعیفند و احتمالی که صفر بشن خیلی زیاده. در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بارش خیلی کم که احتمال صفر بشه هست که یک شنبه هفته آینده این حالت دیده میشه. دمای روز به 24 درجه سانتیگراد میرسه و دمای شب 20 درجه سانتیگراد. کوهگیلویه و بوی رحمت هم هفته تمام ابری همراه بارندگی خوب تا بسیار قوی رو پیش رو داره. دو روز اول بارندگی نسبتاً قوی و سپس بسیار ضعیف و کوتاه پیش رو هست. اما یک شنبه هفته آینده شاهد بارش باران خواهیم بود که خیلی قدرتمنده که در دو شب اول دما رو به منفی 2 و منفی 1 درجه سانتیگراد هم میرسونه و نهایتاً تا آخر هفته دما به 4 درجه سانتیگراد در شب و 7 درجه سانتیگراد در روز میرسه. منطقه 8 کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان. هرمزگان نم باران کوتاه و نسبتاً ضعیفی در روز اول فروردین خواهد داشت. باقی روزها صاف به غیر پنجشنبه و یکشنبه هفته آینده که حالات نیمه ابری یا ابری رو پیش رو داره که بارش نداره. دما به 29 درجه سانتیگراد در روز میرسه و دمای شب هم به 20 یا 21 درجه سانتیگراد میرسه. اما استان کرمان هفته تمام ابری و نیمه ابری پیش رو داره که در سه روز اول سال نو شاهد بارندگی‌های نسبتاً خوبی خواهیم بود. دمای روز 20 درجه سانتیگراد و دمای شب 12 درجه یا 13 درجه سانتیگراد خواهد بود. استان سیستان و بلوچستان هم هفته ابری و نیمه ابری رو پیش رو داره که در روز پنجشنبه شاهد نم باران کوتاه و ضعیفی خواهیم بود. 22 درجه سانتیگراد در روز و 13 درجه سانتیگراد در شب شاهد خواهیم بود. منطقه 9 خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان.
خراسان جنوبی دمای روز 19 درجه سانتیگراد و دمای شب 10 درجه سانتیگراد خواهد بود. هفته تماما ابری و نیمه ابری همراه بارش در سه روز اول عید، باقی روزها هم ابری و نیمه ابری بدون بارش خواهد بود. اما خراسان رضوی هم دمای 19 درجه سانتیگراد در روز و 12 درجه سانتیگراد در شب را ثبت کند و روز چهارشنبه باران خوبی در این منطقه شکل میگیره و باقی روزها برای این استان ابری و نیمه ابری بدون بارش خواهد. خراسان شمالی هفته تماما ابری و نیمه ابری پیش رو داره که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بارش‌های مقطعی نسبتا خوبی پیش رو خواهد داشت و نهایتا دمای آخر هفته به 20 درجه سانتیگراد در روز و 10 درجه سانتیگراد در شب خواهد رسید. بریم برای آخرین منطقه که فقط یک استان خوزستان. استان خوزستان هفته تماما ابری پیش رو خواهد داشت که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بارش‌های کوتاه و مقطعی نسبتاً ضعیفی رو پیش رو داره و یک شنبه هفته آینده شاهد بارندگی نسبتاً خوبی خواهیم بود. باقی روزها ابری و نیمه ابری بدون بارش رو پیش رو دارند. دمای شب 22 درجه سانتیگراد و دمای روز 30 درجه سانتیگراد رو پیش بینی می‌کنیم. امیدوارم که هفته اول سال نو هفته بسیار خوبی باشه و همینطور هفته های پشت سرش هم که میان هفته های عالی باشن و ماه های عالی رو برامون بسازن، فصل های عالی باشه که نهایتا سال فوق العاده ای رو برامون رقم بزنن. دوباره نوروز رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم که از ما حمایت کنید، دوباره لایک کنید این پست اول نوروزیمون رو و به دوستانتون معرفی کنید پیج ما رو. ببخشید که یکم صدام اذیت بود، سرما خورده بودم این چند وقت اخیر و الان که صدام خوب شده گفتم برای کمانکان صدام خوب شد بیام پست هواشناسی اول سال رو بذارم برای هفته اول سال که بتونیم برای هم عالی رله کنیم و کارهای فوق العاده ای رو با حمایت شما عزیزان انجام بدیم. نظراتتون رو برام کامنت کنید، بهم بگید که چه پستایی رو دوست دارید براتون درست کنم، لایک کنید، برای دوستانتون ارسال کنید، منشن کنید اگه تونستید، اد استوری کنید و خیلی از این کارهای دیگه که به ما انرژی مثبت میده. آقا واسه ایدی دوستاتو زیر پست من منشن کن دیگه، از این بهتر. مرسی، خیلی ممنونم که تا اینجا همراه بودید. با اجازهتون خدا نگهدار. برنگ مو سبز کن جهانت را، به سبزی آن ببین تراوت را.